به نام آن که ما را بندگی داد و از آن پس مژده پایندگی داد. عرض سلام و روز بخیر داریم با حضور شما بینندگان عالی قدر تلویزیون هادی بخش فارسی دری. امیدواریم که امروز را هم با خوبی و صحتمندی و خوشی آغاز کرده باشین و برنامه روشنا امروز پیشکش نگاه های مهربان شما میشه با موضوع تفاوت های حقوقی زن و مرد. همون رقم که در جریان هستین، ما هر هفته روزهای دوشنبه در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، خانم بلخی، که امروز هم با ما هستن و راجع به تفاوت های حقوقی زن و مرد با هم صحبت خواهیم کرد. سلام خانم بلخی، خوش آمدیم به برنامه، در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مدری توانمند و گرامی سلامت و بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که بتوانیم در این برنامه ها مطالب مفید به طور صحیح به سمع و نظر بینندگان عزیز برسانیم. ممنونیم از شما. اما دوستان، گفتیم که تفاوت های حقوقی زن و مرد در دنیای امروز که ملاک بر کرامت و شرافت انسان ها انسانیت است و نه جنسیت، در تمام ادیان و کشورها به رسمیت این موضوع شناخته شده، یک سری سوالاتی را برای اسلام و در زمینه دین اسلام مطرح میکنن و یک سری شبهاتی ایجاد میشه. خانم بلخی، ای که مثلا ما در اسلام داریم که حق ارث زن نصف مرد است و یا ای که دیه زن نصف دیه مرد است یا ای که مردان همزمان میتونن چهار زن داشته باشن، چهار همسر داشته باشن و بسیاری از مسائل دیگه مثل حق شهادت زن که حالا شهادت او برابر با شهادت مرد نیست در قسمت پیشگاه محکمه و اینا منظورم است و بسیاری از مسائل دیگه، خب یک سری شبهات ایجاد کرده که مگر ما به عنوان مخلوق خداوند و ای که مساوی هستیم به عنوان بشر و بنده خداوند، چرا پس اگر از این لحاظ مساوی هستیم در این زمینه ها باز تفاوت بین زن و مرد ایجاد شده؟ و دوست داریم که راجع به این مسائل بیشتر با ما صحبت کنین که منشأ این تفاوت ها از چیست و چرا این تفاوت ها برای زن و مرد به خصوص در دین اسلام به وجود آمده. میشنویم از شما. بسیار عالی. چنانکه خب مستحضر هستید، در جلسات قبلی خدمتتون به عرض رساندیم که انسان ذاتاً یک گوهری است که خداوند وقتی که او را آفرید به خود تحسین گفت، به خود احسنت گفت و تاج کرامت به انسان صرفاً داده شده است. لذا انسان در ذات خود یکسان است و کاملاً مساوی است. در جلسات قبلی هم خدمتتون عرض کردیم که در حقوقی مثل حق حیات، حق کرامت، آزادی، حق تساوی و حق امنیت به عنوان حقوق بنیادی بین زن و مرد مشترک است. بله. و قواعد بین المللی و حقوق اسلام و سایر نگرش‌ها حتی این یکسان میدانند. اما خب سوالی به جای است، بسیار بخصوص از هان جوانان ما را خود مشغول داشته که بله، چرا این گونه است؟ اما مطالبی که شما عرض کردید و یا حتی ما بعضا میبینیم که در بخشی از روزگار این به شکل افراطی بروز میکنه و یک جنبشی مثل جنبش فمینیست ها ظهور میکنه. به خاطر همین ایرادی است که زنان بیشتر قائل هستن که چرا بین ما و مردها تفاوت است و یک سری آسیب هایی را در واقع به جامعه جهانی ایجاد وارد کرده. بله. به همین منظور لازم است که ما به این سوال پاسخ بدهیم که مگر ما نگفتیم که زن و مرد یکسان هستند از نظر وجودی، از نظر انسانی در پیشگاه خداوند، در بله، از نظر ارزش گذاری یکسان هستند؟ بله، ما اینو گفتیم. اما خب پس این چه وضعیتی است که ما میبینیم بین زن و مرد؟ و این خود سوالی است که در ذهن بسیاری از انسان ها همیشه وجود داشته و امروز هم قطعا خواهد بود. آل ما که به هر حال مسلمان هستیم، در بین جوانان ما هم این سوال بسیار دیده شده، حتی در بین طلبه ها و دانشجوهای ما این سوال ایجاد شده و خب پا
پاسخ خودم گرفتن. و چقدر خوب است قبل از اینکه بیشتر بپردازیم به پاسخ سوال خانم بلخی، چقدر خوب است که ما هر کدومون بنا به خود حالا هر جایگاهی را که در اجتماع و خانواده داریم، مادر خانه هستیم، دختر هستیم در خانواده یا همسر هستیم، این آگاهی را در خود ایجاد کنیم و دنبال ای پاسخ این پرسش ها باشه. ما بر عنوان مسلمان و پیرو دین اسلام باید که از این مسائل آگاهی داشته باشیم تا بتوانیم برای فرزندان خود که این سوالا برشان مطرح میشه یا جوانان ما یک پاسخ قانع کننده داشته باشیم. ادامه بدین، میشنویم از شما. همینطور است که شما میفرمایید. ببینید، یک اصل اولیه رو ما باید بپذیریم که همونطور که انسان ذاتاً در وجود انسانی خود یکسان و مساوی هست، زن و مرد هم در اغلب حقوق خود مساوی هستن. ما میبینیم که در اغلب حقوق کیفری و مجازات هایی که صورت میگیرد، به صراحت قرآن کریم که میگوید زن و مرد دوز را دست هایشان را بزنید در سوره مبارکه مائده، و یا در بحث اعمال دون زنا، در واقع اعمال زنا و منافع عفت داریم که زن و مرد زانیه به این صورت باید که مجازات بشوند. در این مواردی که بالاخره ما داریم، اغلب کیفرها و مجازات ها زن و مرد مشترک هستند. اما کیفری که به مرد در واقع احقاق میشود به زن هم میشود. یا در فعالیت های سیاسی و اجتماعی، در حق در واقع انتخاب حاکمان، در جایگاه اجتماعی اغلب زن و مرد یکسان هستند. و در واقع مسائل اقتصادی به خصوص در بحث تجارت ها ما داریم که امو رقم رفتاری که با طرف در واقع طرف تجاری خود میکنید، چه زن و چه مرد است، باید همون حقوق و تکالیف صورت بگیرد. در این موارد ما تشابه بسیار میبینیم، از این حق نباید بگذاریم. اما خب تفاوت هایی هم هست و علت ها رو باید ما در واقع جویا بشویم. بله. ببینید، بین زن و مرد خب در نزد شارع مقدس تساویست، در بس ارزش گذاری باورها تساویست و در هیچ شک و تردیدی نیست. اما ما در جهان ماده زندگی میکنیم و در جهان ماده یک سری قواعد و قوانین بین خود افراد است. شخصیتی که یک زن و مرد در جهان ماده دارد میبینیم که متفاوت است. حتی دو مرد مذکر به یک صورت نیستند. بله، با هم تفاوت دارن، تفاوت هایی دارن دیگه. چه برسد به یک زن و مرد، دو جنسی که از نظر جسمی، روحی و روانی کاملا با یک دیگر متفاوت هستند. خب ما در واقع پیشینه هم داردی. ما نباید تصور کنیم که بحث تفاوت زن و مرد و طبعا حقوق آنها یک بحث امروزی است. نه، ما در 2400 سال پیش در زمان افلاطون، در واقع فیلسوف یونانی، هم ما این بحث داشتیم که در واقع خود در واقع جناب افلاطون اعتقاد داشت که زن و مرد مساوی هستند حقوقشان، حتی شخصیتاشون، اما یک تفاوتی در ویژگی های آنها هست که از نظر کمی زن از مرد در واقع یک مرتبه پایین تر است. مثلا بحث شجاعت، خود افلاطون معتقد است که شجاعت بین زن و مرد هست، وجود دارد، اما در زن طبعا کمتر است. خب از نظر توانایی جسمی و روحی حتی زن شکننده و کمتر است نسبت به مرد. لذا این بحث تفاوت هایی بس امروزی و جدید نیست و کاملا پیشینه داره که اگر جای مطالعه باشد و در واقع شخصی دنبال مطالعه و جستجو باشد، منابع هستند و که باید دنبال مسئله باشد. اما تفاوت های زن و مرد که باعث ای جنجال و تنه شده ناشی از چیست؟ ببینید، از نظر جسمی، خب یکم بدیهی است که در نظر جسمی بین زن و مرد تفاوت است. بله. بحثی نیست که قابل بیان باشه. بدیهی است و همه او را میپذیرن. بله. از نظر جسمی خب مرد در واقع از نظر بدنی قوی تر است، قد بلندتری دارد، زن به نسبت کمتر دارد و این خب بحثی است که کاملا طبیعی است. از نظر روحی و روانی بین زن و مرد تفاوت های بسیاری است. این مسئله ای نیست که حالا ما ادعا بکنیم قابل این کار باشد. خود در واقع روانشناس های غربی، جناب الکسیس کارل، میگوید که در کتاب انسان موجود ناشناخته خود، این رو به صراحت بیان میکنه که زن و مرد همونطور که از نظر خلقت و آفرینش تفاوت دارن، در حوزه حقوق خود هم باید که تفاوت داشته باشند تا بتوانند کارکردهای صحیح خود انجام بدهد.
لذا از نظر روحی و روانی سایر نویسنده ها، روانشناسان، مکاتب، نظریه پرداز ها همگی از آن میکنن به صراحت که بین زن و مرد اصلا تفاوت طبیعی و تفاوت در واقع ساختاری است. بله که همه ما او را میپذیریم. اما ای که چرا این تفاوت ها وجود داره؟ او که یک تفاوت است که شما هم همون هم که گفتین همه ما او را میپذیریم و قائل به این هستیم که یک تفاوت های جسمی هست و ظاهری در بین مرد و زن، که حالا شاید یک سری محدودیت های و یا یک سری حالا امتیاز هایی را هم به جانبین بده در قسمت حقوق و تکالیف اینها. اما چرایی و علت او را اجازه بدین که بعد از میان برنامه خدمت بینندگان عزیز با شما صحبت خواهیم کرد. برمیگردیم با شما خواهیم بود. خوش آمدین. شما بیننده برنامه روشنا هستین از تلویزیون هادی بخش فارسی دری. منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما هستیم از طریق شماره تماسی که در برنامه زیرنویس میشه. میتونین با ما ارتباط بگیرین و نظرات سازنده خود با ما شریک بسازین. راجع به تفاوت‌های حقوقی زن و مرد با هم صحبت میکنیم و به اینجا رسیدیم خانم برخی که چرا این تفاوت‌ها باعث شده که حقوق و تکالیف متفاوت بین زن و مرد هم ایجاد بشه. بفرمایید. درست است. ببینید این نظام آفرینش ما یک سیستمی است که هر چیزی سر جای خود قرار داد و یک هدف غایی دارد که باید به او برسد. ای که ما در واقع بپرسیم که چرا بین زن و مرد تفاوت است، خب باید باشد. در واقع جهان با همین تنوع و تفاوت‌هایش زیباست و به هدف خود میرسد. ولی خب سوال شاید بی صحیح باشد که حال که تفاوت هست بین زن و مرد، حقوقشان به چه طریقی و به چه نسبتی باید که توزیع شود؟ این سوال فکر میکنم دقیق تر باشد. ببینید وقتی که بین زن و مرد تفاوت ساختاری و طبیعی باشد، طبعا حقوقشان هم متفاوت میشود. چرا که کارکردها و در واقع استعدادهایشان متفاوت میشود. ما میدانیم که قوانین و قواعد در واقع قراردادی جهان ای که بین اشخاص در اجتماعات هست، این در واقع ارزش گذاری نیست، صرفا برای ایجاد نظم است. یعنی وقتی که مثلا طبق یک قانون من یک حقی دارم و مرد یک حقی دارد، نمیخواد که در واقع رتبه مرد، بله، که ارزش او زن کمتر است یا ارزش مرد بالاتر است. این به این معنا نیست، فقط به خاطر است با قول شما که یک نظم در جامعه ایجاد بشه، یک نظم ایجاد بشود و هر چیز سر جای خود قرار بگیرد. و علت دیگری که در واقع میآید حقوق زن و مرد متفاوت میشد با توجه به او طبیعتشان، ایست که عوامل شخصیتی و عوامل اقتصادی و اجتماعی دخیل است. یعنی عوامل اقتصادی و اجتماعی به چه معنا؟ یعنی شخصیت من زن و یا من مرد تعیین میکند که من چه حقوقی داشته باشم، چه تکالیفی دارم در قبال افراد دیگر و جامعه و چه حقوقی دارم. و همچنین عوامل اقتصادی و اجتماعی هم دخیل است. با مثال تشکیل یک خانواده به ملزوماتی نیاز دارد، بس معاش و معیشت و بس مالیست یک، بس روحی روانی و تربیتی یک بس دیگری است. اگر که ما بگویم که زن و مرد هر دو بس معاش و معیشت بپردازن، مسئله تربیت به زمین نماند. لذا بسری است که یک سری عوامل اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و زن و مرد به همین مناسبت است که حقوق و تکالیفشان
توضیح می شود. گفتین که حقوق و تکالیف یکسان به خاطر تفاوت‌های ساختاری و طبیعی که در بین مرد و زن هست نمیتونیم برای زن و مرد قائل بشیم که حقوق و تکالیف یکسان داشته باشن. اما از اون طرف هم میگیم که دین اسلام دین عدالت است و عادلانه بین افراد مسلمان و پیروان اسلام حکم میکنه قوانینش. میخوام از شما بپرسم که آیا این عدالت است که تفاوت‌های بین حقوق بین مرد و زن ایجاد میشه و از اون طرف هم داد عدالت هم میزنه؟ ببین، ما باید بین دو مفهوم تفکیک ایجاد شیم. ما بحث تشابه و تساوی را باید که تدقیق کنیم، یعنی به او دقت داشته باشیم. در واقع مشابهت و مساوات، ما به مساوات قائل هستیم و اثبات شده است و واقعا تساوی در حقوق داریم، ولی مشابهت نداریم. بله. یعنی لزوماً آن چیزی که در واقع مشابه نیست به معنی عدم تساوی اون نیست. یعنی بله. چی؟ یعنی که وقتی که یک حقی بین زن و مرد متفاوت است به نسبت در واقع به تناسب جایگاه و استعدادهای اونهاست و به هیچ عنوان به معنای عدم تساوی نیست. بله. لزوماً نباید مشابه باشن یک حق و تکلیف، که ما باز بگیم مساوی است. مساوی به معنای مشابهت نیست. بله. این مفهوم باید همیشه ما در ذهن خود پیش زمینه داشته باشیم. بله. اما خب در واقع عرض کردیم که حقوق زن و مرد در جامعه میبینیم که یکسان نیست، یعنی که مساوی هست، مشابه نیست. آنچه که فکر میکنم اونا را مساوی میکنه تساوی ارزشی است خانم بلخی، یعنی زن و مرد از نظر ارزشی با همدیگر مساوی هستند، اما اینکه حقوق و تکالیفشان همون رقم که شما گفتید مشابه نیست، به این معنا نیست که ما بگیم که خب مساوی نیستن. ارزش های هر دو به عنوان انسان در جامعه کاملا مساوی و عادلانه است، درست است؟ همین درست. از نظر باورها و ارزشی و ارج گذاری اسکرین کاملا مساوی هستن. بله. و همه قائل به این مسئله هستن، اما خب با توجه به کارکردهایشان. حال از نظر در واقع بیا ما در بستر حقوق بررسی بکنیم. ما در بسیار موارد قواعد عمومی حقوق هم میبینیم که بین زن و مرد کاملا اصلا مشابه هستن. بله. مثلا در بحث داوری و در واقع معرض قاضی بودن، در وقتی که در محکمه مراجعه میکنن طرفین در واقع دعوا، در نگاه در واقع او قاضی و حاکم مساوی هستن، همون حقی که این طرف خواهان دارد طرف خوانده هم دارد. در بحث‌های در واقع داوری خدمت عرض کنم تساوی و تشابه کاملا هست. در مسائل تجاری و اقتصادی تشابه ما به وضوح ایره که می‌بینیم. در مسئله در واقع حالا مسائل اختصاصی بیان بررسی بکنیم، خب قواعد عمومی که عمومی است، می‌بینیم که در بحث در واقع ارث و دیه و حق طلاق و شهادت که شما در ابتدای برنامه فرمودید، این مسائل اختصاصی است. آیا همین هایی که خانم بلخی گفتید این بحث تساوی را نقض نمی کنن؟ همین بحثی که میگم حالا یک سری تفاوت های بین زن و مرد وجود داره، اشاره کردن همون مواردی که هم در اول برنامه اشاره شد که حالا در بسیاری از نقش های اجتماعی که زن و مرد دارن و یا محدودیت هایی که برای زن ایجاد میشه در اون زمینه، باز هم میتونیم ادعا کنیم که مساوی است؟ آیا این تساوی بودن نقض نمی کنن؟ خدمتان عرض میکنیم. ببینید چند مفهوم چالش برانگیز در بین جامعه متعین ما هست. بس ارث شما فرمودید، بس حق طلاق است که میگویند مرد دارد و زن ندارد، بس در واقع شهادت است، بس دیه قصاص، بس ولایت است. این چند در واقع مفهوم چالش برانگیز به تفکیک خدمتتون عرض میکنیم. ببینید با مثال بس دیه رو ما در جلسه میخواستیم توضیح بدهیم و عرض میکنیم. دیه اسلام میاد در واقع قلبه جامعه رو نگاه میکند. در حال حاضر دیه یک وجه مقدر مالی است که در وقتی که یک قتل صورت میگیرد و قتل غیر عمدی هم باشد، در واقع قاتل باید در واقع به خانواده مقتول یا اولیای دم پرداخت بکند. خب ما میبینیم یک بحث مالی است اولا، اما چرا فلسفه این جستجو میکنیم؟ وقتی که یک مردی توسط یک زنی در واقع به قتل غیر عمد میرسد، در اینجا باید که در واقع قصاص که در بحث قتل عمدی است، اگر بلد. که قتل غیر عمد باشد به چه صورت؟
خب وقتی که این مردی که در واقع قاتل است و زنی رو به قتل رسانده، اولیای دم مقتول یا عمو زن خب حق در واقع دیه دارند چون غیر عن بوده. اما خب وقتی که اگر مردی بخواهد در واقع قصاص شود، خب در اینجا ما می‌بینیم که یک مردی از بین رفته. این مرد چه کسی است؟ کسی است که معیشت خانواده و ناناور او بوده. خب عقل سلیم من حکم میکند که وقتی من یک ناناوری ره در واقع از بین ببرم، ولی که حق ماست، خب نصف دیگه باید که پرداخت بشه، و در حالی که اگر مرد قتل غیر عمد اتفاق بیفتد نصف دیگه در کار نیست. اما وقتی می زن میخوایم که مرد ره در واقع قصاص بکنم، خب طبیعی است که باید نصف دیگه رو پرداخت بکنم، چرا که دارم یک ناناور خانه رو از این میبرم. حالا ممکن سوال بشه که ما امروزه میبینیم بسیار زنها شاغل هستند. بله. اما خب دقیقاً همین. اما خب دین ما میاد در واقع غالب نگاه میکند. قلبه جامعه ایست که مرد ناناور است. استثناءات خب سر جای خود ما داریم، اما خب باید دیدی یک نظام دینی، دیدی یک نگرش باید کلی باشد. بله. و که اغلب نگاه بکند، نه موارد استثنایی را. اکثریت جامعه اکثریت هم نگاه نظر هستند. و در بحث قصاص هم به همین صورت، او بحث در واقع جانیست. وقتی که مردی از بین می رود، خب طبعا باید او بحث مالی جبران بشود. بله. یه از بحث قلبگی بود در پشتوانه خانواده در واقع از بین می رود و خب که باید جبران بشود. اما خب این هم ما ببینیم که ما در بحث قصاص ممکن است بگوین که مگر که جان یک زن ارزش ندارد، که جان مرد ارزش اما جان زن ارزش ندارد. اما خب در پیش زمینه این ما این را داشتیم که در اسلام ارزش به جسم نیست. ما این خوب می‌دانیم ارزش انسان به روح اوست. قرآن کریم می‌فرماید و نفخت و فیهم روحی، پروردگار میگه من در روح خود در انسان دمیدم. و ما این را می‌دانیم که ارزش انسان به در واقع روح، روحانیت اوست، نه در جسم او. که حالا ما بگوییم زن جسمش ارزشی ندارد و مرد ارزشی دارد، یک در واقع مقایسه ناصحیح است. بله. چرا که در نگرش ما ارزش انسان ها به روحانیت و وجود ماهیت آنهاست، نه صرفا به جسم آنها. درست است. اشاره کردیم به بحث اشتغال که گفتم میخواستم از شما بپرسم خانم بلخی. گفتین که اشتغال زنان، حالا چون به خاطر این که شاید با اکثریت جامعه ای حالتا نداشته باشن، اما خب از یک طرف هم میبینیم که اشتغال زنان به خصوص در جوامعی که توسعه یافته هستن و بیشتر برای زنان امنیت و او امکانات پیشرفت فراهم شده، ما میبینیم که اشتغال زنان سیر صعودی داشته و بیشتر شاهد او هستیم، روز به روز رو به افزایش هست. در چنین شرایطی آیا باز هم این بحث ناناور برای خانواده و یا این که میگیم که او مردی که دیه کامل میگیره ناناور خانه است، اما زنی که دیه کامل برش تعلق نمیگیره و نصفه هست، شاید او هم اشتغال داشته باشه، شاغل باشه و ناناور خانواده باشه. در این زمینه آیا میتونیم باز هم همین بحث بگیم که عادلانه و مساوی است یا خیر؟ یکی بحث شرعی مسئله است. شخصی که منی که در واقع مسائل حقوقی را میدانم، تابع او قوانین و مقرراتی هستم که باید اونا را مثلا اجرا بکنم. بس نظریش بخوای که بیان بکنه، قرآن کریم در این مسئله دیه و قصاص مطلق بیان میکنه، حرفی از جنس در واقع مؤنث یا مذکر نمیزند. من خب مفسرین قرآن کریم، معصومین، احادیثی دارن مبنی بر این مسئله. ای که آیا مثلا آیا ما تفسیر قرآن کریم بیاییم که مثلا بروز بکنیم یا همو تفاسیر سابق بوده، ای از عده من حقوقدان بر نمی آید. ای بحثی است که در واقع مراجع ما و در واقع کسانی که کار در امر دین و اسلام شناسان فعال هستن باید که در این مسئله اظهار نظر بکنند. اما راجع به بحث دیه ما در قرآن، نص قرآن داریم که حالا دیه مرد و زن را هم در قرآن هست که تصریح شده. شما فرمودین که به صورت صراحتا راجع به این مسئله عنوان نشده که دیه مرد و زن حالا با هم متفاوت است. میخواستم راجع به این هم صحبت بفرمایید. در آیه 192 سوره مبارکه نساء در خصوص قتل غیر عمد که صحبت میکند، اگر که مؤمنی را به غیر عمد به قتل برساند و شرایط تابعه، نامی از زن و مرد برده نشده و اشاره به جنس نشده، اما در بحث ارث
ما به صراحت داریم که مثلا ارث زن نصف مرد است. در مسئله در واقع امور مالی خانواده که انشاءالله برسیم به تفکیک بحث ارث و سهم الارث توضیح داده خواهد شد انشاءالله. بله، ممنونیم از شما که با ما هستین و با پرسش های ما پاسخ میگین و از همراهی شما عزیزان هم سپاسگزاریم و یک میان برنامه کوتاه میریم و باز هم در خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على از ادامه برنامه روشنا در خدمت شما هستیم و راجع به تفاوت‌های حقوقی زن و مرد با هم صحبت کردیم و ادامه میدیم بحث خود با خانم بلخی کارشناس محترم برنامه. رسیدیم به بحث تفاوت‌های حقوقی در خانواده بین زن و مرد. میشنویم از شما. خانواده به عنوان در واقع جزئی ترین و کوچکترین نهاد اجتماعی است که شکل میگیرد و بدون خانواده در واقع انسان مجالی برای رشد و تکاپو ندارد. بله. خانواده در واقع او ظرفیتی است که خداوند برای انسان‌ها قرار داده تا از تجرد در واقع دور شوند و از مسیر طبیعت خود که ازدواج و تشکیل خانواده است منحرف نگردن. بله. که در غیر این صورت خب به انحراف انسان رو می آورد و اگر بله. اصلا بس تولد و خانواده نباشد ادامه نسل بشر با تنش و چالش بسیار بزرگی مواجه می شود. اما خب بسیار بس برانگیز است بس خانواده و حقوق زن و مرد با عنوان دو بال اصلی خانواده. ما این را باید مد نظر داشته باشیم که بس تناسب داریم. تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در خانواده به معنای نقص و یا کمال نیست. این ما باید دقت داشته باشیم. به معنای تناسب است، یعنی در واقع به همون نسبتی که مرد حقوق و تکالیفی دارد زن هم دارد و این مناسبت که شکل بگیرد یک خانواده متعالی و سالم خواهیم داشت و ای که زن ادعا کند که چرا مرد مثلا بس ریاست خانواده از آن مرد است. بله. این موارد به معنای نقص و یا کمال مرد و نقص زن نمی باشد. بلکه هر چی که در واقع تکالیف و مسئولیت یکی از طرفین در خانواده بیشتر می شود خب طبیعی است امتیازهای او هم بیشتر می شود. کما اینکه ما یک امر کاملا بدیهی است وقتی می بینیم که تکالیف یک فردی بیشتر است و امور بیشتری به او محول می شود طبعا باید اختیارات بیشتری به او داده شود وگرنه بله. که نمی تواند به نحو احسن به امور خود بپردازد. درست است، کاملا بدیهی است. بعض خانواده ما به این نفع پیش می رویم که در واقع هدف از وجود زن در خانواده چیست؟ خب این یک مسئله است که پاسخش ایست اغلب در واقع مکاتب نظر دارن که بعض بقای نسل است که اگر زن وجود نداشته باشه اصلا بس بقای نسل شکل نمی گیرد و مرد هم در واقع خدمتکار زن و فرزندان است. لحاظ بس مالی عرض میکنیم بس اقتصادی خانواده را در بر میگیرد. او شایبه ای که وجود دارد چنان که در قرآن کریم داریم و این آیه بسیار بس برانگیز است که میفرماید الرجال قوامون علی النساء. چرا میگویند که مردان رئیس خانواده هستند و حالا شبهاتی که وجود دارد ما باید بسیار دقیق به آیه نگاه بکنیم. قوام از در واقع ریشه قوام داد به معنی قوام دادن و در واقع محکم نگه داشتن استوار نگه داشتن است
به این معناست. یعنی مرد در واقع وظیفه و مسئولیتی ایره داره که قانون خانواده رو نگه دارد. چرا حالا مرد ایره دارد؟ گفتیم که از نظر روحی روانی بین زن و مرد خب مشخص که تفاوت هاییست و زن شکننده تر است، یک ویژگی هایی دارد به گفته بسیاری از در واقع روانشناسان که زن ویژگی هایی دارد مثل هیجانی تر است، ترسو تر به معنای در واقع شخصیتی است، یک سری ظرافت های طبیعی دارد، طبیعی است، به دنبال مثلا زیبایی و زیور هست. خب این در من و شما زن هم هست، ما باید به این در واقع کاملا قائل هستیم چیز و باید باشد، و اگر که این نباشد یک زن چطور میتونه خود ذات زن زیر سوال میبرد، زیر سوال میبرد، با طفل کودک خود مهربانی کند و او رو در آغوش بگیرد، چون ظرافت دارد و محبت در او بیشتر است. لذا با توجه به اینکه مردان ویژگیایی دارند که مثلا در مقابله با مشکلات زندگی قوی تر هستند، می توانند با چالش ها توانمندی بیشتری دارند در زمینه مقابله با مشکلات. اشاره کردن که خدمتکار، حالا شاید برای بینندگان عزیز ما سوال ایجاد شد یا حالا بعضی ها شاکی شوند از این لفظ، بحث شما و این بود که خدمتکار به معنای ای که توانمندی ای را داره که خانواده را از بحث در بعد مالی پشتیبانی کنه و حامی خانواده باشه، یعنی به گونه ای که میگن که سایه پدر و روی سر خانواده باشه، هموز که حافظ و حامی اعضای خانواده، و به نوعی هم بله چه اشکالی دارد که بگیم در خدمت خانواده، هم مرد و هم زن هر دو در خدمت خانواده هستند و در راستای رشد و تعالی فرزندان هم در این مسیر کار میکنن، و بحث خدمتکاری از این من نظر بود که در خدمت خانواده هستن. میشنویم از شما. بله درست است. حالا اگر برای قصد و غرضی نبوده و منظوری است که بله. زن در خدمت بقای نسل است و مرد در خدمت در واقع نگهداری از زن و فرزندان، و هر دو هم در واقع وظیفه های شریفی هستن برای خودشان. درست است. که هر کدام نباشد خلل جدی ایجاد می شود. خب در بحث ما عرض کردیم که پس مرد خانواده بنان یک گروه، هر گروه یک سرگروهی باید داشته باشد. و چه کسی در واقع پاسخ دهنده نهایی است؟ خب مرد در خانواده تعیین شده به خاطر ویژگی هایی که خداوند در وجود او نهاده است. و بسیار روانشناسان میگویند که زن مدیر داخلی است و مرد مدیر خارجی یا مدیر کل، و خب هر دو وظایف سنگینی بر دوش دارند که مکمل هم دیگه مکمل هستند. زن مانند یک وزیری است که اگر در واقع او گفته ها و نظریات مرد به عنوان مدیر اجرا نشود، انگار که هیچ در واقع پیش نرفته خانواده، لذا هر دو جایگاه مهمی دارن. در بحث خانواده شبهات بسیار است، سوالات بسیار است که در جای خود عرض خواهیم کرد، اما مباحث تکمیل شد و خب یک مسئله که ممکن است ناتمام بماند ایست که سوال میکنن خب ما دانستیمی حقوق خب چه فایده ای دارد و آیا اصلا لازم است بله. بدانیم حقوق؟ ببخشید قبل از ای که به ای بپردازیم، یک بحث سوال دیگه که در ذهن ما آمد خانم بلخی است که این تفاوت‌های حقوقی با توجه به این که حالا پیشرفت‌های ارتباطات و تکنولوژی و حالا مطالعات و نظراتی که به خصوص در زمینه در اسلام صاحب نظران فقها هستند که نظر میدن، و حالا یک سری تغییراتی هم در این نظرات ایجاد میشه، فقها شاید تجدید نظر کنن و نظرات جدیدتری را در این زمینه‌ها ابراز کنن و ارائه کنن برای پیروان اسلام، و می‌خواستم سوال من این هست که تا چی حد این تفاوت‌های حقوقی تابع زمان و مکان هستند؟ چون همین بحث دیگر حالا اگر به طور مثال بخواهیم بپردازیم برای اینکه بیشتر سوال واضح بشه، بعضی از فقها نظر دادن که خب میدیه میتونه مساوی باشه بین زن و مرد. میخواستم ببینم که تابعیت زمانی و مکانی تفاوت‌های حقوقی مرد و زن تا چی حد هست؟ ببینید ما باید روز به روز در واقع رو پیشرفت باشیم. که میفرمایید تابع زمان و مکان هستیم،
همینطور هست، کمون که بسیاری از فقها چون که عرض کردید قائل بی هستن که مساوی است، و ما حتی در واقع قوانین جمهوری اسلامی ایران ایره داریم و سایر قوانین هم هست و ما ایره که دقیق مطالعه میکردم داریم که در بحث در واقع سوانح رانندگی و خیابانی اگر که در واقع سانحه ای رخ بدهد و زن و یا مردی در واقع مصدوم شد و یا از بین برود دیهشان مساوی است. ایره در واقع میخواهد اعلام بکند که خب روز به روز ما در واقع قوانین جدیدتر می شود و تابع امو زمان و مکان خود می شود. بله. این انعطاف قوانین اسلامی قطعا دارد. بله، ممنونم از شما، سپاسگزارم. گفتین که می‌خواستین بگین که چه فایده‌ای دارد آگاهی از این تفاوت‌های حقوقی. می‌شنوم. زنده باشید. ببینید در واقع بانوان ما باید سمت کسب آگاهی و کسب اطلاعات از حقوق خودشان باشند تا که کمتر تنش در خانواده ها باشد، تا جایگاه های خود را بدانند، و وقتی که تنش کم بشود خانواده سالمتر و متعالی تر می شود. در جامعه هر چیزی سر جای خود قرار می گیرد، بین حکومت و مردم و بالعکس تعارضی نیست، استکاکی وجود ندارد، ملت مطالبات خود دارند و حاکمان پاسخوی آن مطالبات خواهند بود. وقتی که در واقع اشخاص از حقوق خود و تکالیف خود آگاهی داشته باشند، بله، بهتر می توانند استعدادهای خود را شکوفا بکنند، بهتر می توانند بدانند که توانایی خود در کجا بگذارند و نتیجه بهتری را کسب بکنند، و در واقع ترقی همه جانبه صورت می گیرد و جامعه به سمت شکوفایی و پیشرفت سوق داده می شود. و مورد بعدی است که دادخواهی صورت می گیرد. وقتی که به حقوق خود آگاه باشم می توانم که در واقع دادخواهی بکنم، اگر که حقم جای تضییع بشود به محکمه مراجعه داشته باشم و حقوق خود دادخواهی بکنم. بله. از این نظر لازم است که در واقع تمام ابنای بشر و از جمله بانوان در پی در واقع کسب آگاهی از حقوق و تکالیف خود باشند تا بتوانند زندگی مسالمت‌آمیزتری را تجربه کنند. ممنونیم از شما. اگر صحبتی در حد چند ثانیه با عنوان صحبت پایانی دارید میشنویم از شما. زنده باشید. بعد ما در پایان ایره بسیار تاکید بکنم که توجه داشته باشیم که در واقع دین ما هیچ موردی و هیچ نکته ایره بدون توجه به تمام در واقع زوایای زندگی انسانها بیان نمی کند، و بس تساوی و تشابه حتما تدقیق داشته باشیم که در واقع مفهوم مشابهت بین زن و مرد وارد نکنیم و بدانیم که اگر که در واقع تفاوتی هست بین حق و تکالیف زن و مرد به معنای مساوات و تساوی است و کاملا عادلانه و منصفانه است. سپاسگزاریم از شما و همچنین ممنون از شما که ما را همراهی کردین. پیروز و سرفراز باشین. بدرود. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم